خیلی بلند صحبت کنم. باورم نمیشه امشب دارم میرم تهران، اصلا آماده نیستم. نه، وسایلو میجمع کردم و خودم قراره برم درست کنم. امروز ساعت 10 باشگاه دارم، ولی الان که ساعت 7:30 دارم میرم یه کار اداری دارم. نمیدونم اصلا چقدر اونجا کارم طول میکشه. ویدیویی که باید امشب بذارم و اصلا هنوز ادیت نکردم، اصلا هنوز ویدیومو روی لپتاپ نریختم. اصلا نمیدونم میرسیم امشب و ویدیو بذارم یا نه. من برگشتم الان ساعت 9:30 به یه 10 دقیقه پیش برگشتم و مسئولی که باید کارم انجام میداد رفته بود مرخصی. احساس میکنم همه چی داره خیلی خوب پیش میره، واسه همین نمیدونم. ام اوکی، امشب دارم میرم تهران، هیچ کاری نگردم، الان ببرم باشگاه. آماده برای حرکت. قابل نیستم قطعا با صحبت درست میشه، ولی جیم دان خیلی خوب بود. واقعا دارم به کراسفید روز به روز علاقه من میشم، ولی الان باید ساعت هم ننداختم سری برم ناخونامو که یه دونه شکسته و ناخونه پامو درست کنم. گشنمه همین مسابقات رادیو زیبا تا انشالله ببینیم اونجا وضعیت. یه بارون خوشگل ریزی داره میباره. میخوام یه پروتئین باری چیزی بگیرم بیام که گشنگی نمیرم. این دفعه این مزهشو گرفتم، هرچند دفعه قبلم اون مزهش همچون خوشمزه نبود. حالا من جدی مثلا خیلی نمیدونم که مثلا مهمه الان بعد تمرینم پروتئین بخورم یا مثلا اگه الان یه دونه انرژی بار مانی که آجیلی هم هست و مثلا چون کالریاشون تقریبا یکی بود اونم بخورم اوکیه، چون اون خیلی خوشمزه تره، حداقل مغز و ایناست. من موقع رژیم میگرفتم برای من مغز تجویز میکرد دکتر، ولی حالا این آدم نمیدونه که چیه دقیقا توشیه. خدا بکنه اون که مغز داره بهتره دیگه. مثلا دلمو میتونم راضی کنم به این که داری پروتئین میخوری، قیمتاشون هم یکیه تقریبا. این 50 تومن اصلا نمیارزه. هلو هلو، هوا ابری و بارونیه، خنک، ملس. خیلی ناراحتم که در این هوای ناز دارم رشت رو ترک میکنم. درسته من هوای چیز دوست دارم، هوای آفتابی دوست دارم، ولی مثلا وقتی بعد ما یه مدتی اینجوری میشه خوشم میاد و دوست ندارم این هوا رو ترک کنم. دو تا ناخونم رو درست کردم، بعد شست کل پاهامو درست کردم، رنگ پاهام قند بامزه شده. بعد الان ساعت 2 منم گشتمه، ولی باید حتما دوش بگیرم چون اگر برم نهار بخورم بعدش نمیتونم دوش بگیرم و از باشگاه اومدم خیلی کثیفم. بعد صورتمو داشتم نگاه میکردم توی همون آینه آرشگاه، حس کردم که خیلی چیز دارم، جوری جوشای سرسیاه و اینا دارم روی بینیم. بعد اگر وقت داشتم میرفتم اسکین کیر پیش زن داداشم، بات وقت ندارم، برای همین این ماسک رو میذارم. اینم تقریبا خوبه، لایه برداری میکنه. این مارکش برای من سوغاتی آوردن، من نمیدونم از کجا میشه گرفتش، ولی آربون ماسک خاک روسه. بعد دوربر ابروهامو باید تمیز کنم. معمولا قبل از اینکه صورتت مثلا بره تو حموم لطیف بشه بشوریش و اینا بهتر میتونی ابروهاتو برداری. میدونستی مازندرانی ها میگن ابروهاتو بگیری؟ من فقط ابروهامو بگیرم.
مموری کارتم پر شد. الان هم ماسک صورت همون سفت کرده. نمیتونم راحت حرف بزنم. اصلا یادم نیست. چی داشتم میگفتم؟ آها داشتم میگفتم قبل همون راحت تر میشه ابروها رو برداشت. امروز اصلا اینترنتمون وصل نمیشد. از صبح آنلاین نشدم. بعد حالا امیدوارم الان اومدم چک کنم ببینم کار کنه، چون که حالا هنوز که ویدیوی که امشب میخوام بذارم رو ادیت نکردم، چه برسه که با این وضعیت اینترنت بتونم آپلودشم بکنم. چون دیگه من 10 پرواز دارم، 10 شب 9 باید اونجا باشم، از 8 و نیم باید حرکت کنم، پس کارهای ویدیوم دیگه از مثلا 1 ساعت قبلش باید انجام شده باشه. ممکنم نرسه دیگه، قشنگ 50-50 احتمال میدم که بتونم بذارم. Everything goes white. I can feel the breeze. اثر ماسک چطور بود؟ Only you and me. من تا الان داشتم ادیت میکردم، یعنی یه ساعت دیگه ادیت کنم کارام تموم میشه، ولی دوستم دارم یه دنبالم که بریم هم دیگر ببینیم، چون قراره چند روز مثلا دیگر نبینیم و اینا، و همین که هوای رشت خیلی قشنگه و دیگه فکر کردم به اینکه این آخرین باری که میتونم برم آوند. گفتم میرم یه قهوه میگیرم، یک ساعت برمیگردم دیگه میام چمدون اینا رو جمع میکنم. حالا اگه شد ویدیو ادیتش تمام بشه امشب برسه، که شد اگه نشدم اشکال نداره، یعنی این پارت قضیه واسم مهمتر بود. بریم پس. Outfit of the day. Feels as good as you do. If you ever leave, I'll be real sad. Let's both hope that it don't get so bad. Pour your honey sickly sweet. Keeps me coming. باشه، خیلی جالب نیست که مثلا یه درخت گل یا میوه وسط شهر آدم ببینه؟ حس خوبی به آدم میده. فکر نکنم خیلی شهرهای بزرگ همچین چیزی داشته باشن. تو رو نگاه کن، تو دیگه همه گلت رفتی، فقط تو موندی. او خدا. بعد از دیدن فالوورای قشنگم قهوه آوند مثل آخرین تور ابیه. آخریش این واقعا آخریشه، دارم میرم تهران. خوشمزه است. وضعیت اتاق تو رو خدا، ولی تا یه جایی وسایلامو جمع کردم. اصلا نمیخواستم اینقدر بار ببرم، میخواستم فقط با یه کوله برم. بعد گفتم یه سری چیزا دارم که توی بار هواپیما نمیتونم ببرم، مجبورم ساک ببرم، و بعد دیگه دیدم دارم ساک میارم، همینجوری وسایل جمع کردم. ولی الان میخوام دوربین رو بزنم به شارژ. فیلمای دوربین همه خالی کردم، حافظش پر شده بود. ساعتم 6 و نیمه، حدودا 2 ساعت دیگه میرم. توی این مدت وقت دارم که ادیتمو تموم کنم. یکم ادیت کردم البته. الان ساعت 7 و ربع، من همین الان ادیت ویدیوم تموم شد. ولی خب اینترنت ضعیفه دیگه. اینجاست که فرق ما و یوتیوبرهای خارج از ایران مشخص میشه. اونا سری میتونن بذارن. گوشیم زنگ میزنه. بابام بود. آره داشتم میگفتم که نمیدونم که میرسه یا نه. دیشب مامانم آشرشته درست کرده بود. میفتم بعد الان گرم کردم که بخورم. زنگ زدم به عمم، گفتش که امشب بیا حتما خونه ما، میاد ترمینال دنبالم. یکم اینجوری دلم بالا اومد، چون شب دارم میرم. بعد خوابگاهم الان 2-3 ماهه که سر نزدم، مطمئنم خیلی خاکی و ایناست. واقعا نمیدونم کی برمیگردم. شنبه برمیگردم، جمعه برمیگردم، مشخص نیست. به 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 بفرمایید. آخ ما
مطمئنم خیلی حواس میکنین چون آشرشته درست کردن سخته. یامی توش گوشت داره. داریم میریم. ساعت 8:28 است. بعد باورتون شاید نشه ولی ویدیوم آپلود شد. فقط نرسیدم تامنیلشو بذارم. الان تو ماشین یه لحظه بس میشم میذارم. مامان همین دیروز هفته پیش بود. گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. با اینقدر خستم، یعنی واقعا فقط اون قهوه‌ای که بعد از ظهر خوردم منو زنده نگه داشته بود. بدن اثرش داره میره. اینقدر سریع میرسه این ساعت. ساعت 5 دقیقه به 9 رسیدیم. چمدونمو تحویل دادم و یک ساعت دیگه است. الان یک ساعت باید اینجا بشینم. جالبی داشتیم، حالا شاید بعدم براتون تعریف کنم.